به نام خدا. سلام، توی این پروژه قصد دارم این سازه چوبی که در واقع یک کتابخونه خیابونی تو بلغارستان هست رو با هم انجام بدیم. این تصاویرم از داخلش هست، اینا رو یه نگاهی بکنید و بریم داخل محیط نرم افزار. من پلان این کار رو پیدا کردم و انداختم روی کار و از این طریق اسکیلش کردم، از این قسمتی که داره اسکیلش کردم و این پلان اسکیل هستش و چیزایی که ازش به دست آوردم اینه که زاویه اینجا 150 درجه هستش، این سکویی که داریم 2.5 و 6 متر هم کل کارمون هستش. خب میخوام کارو شروع بکنم. من توی فرانت هم یه قسمت دیگه ایشو آوردم که بتونم یکی از این بدنه ها رو ترسیم بکنیم و ادامه کار رو انجام بدیم. من با اینترپولیت کرو میام این بدنه اصلی رو ترسیم میکنم به این صورت اینو که ترسیم کردم میام تو پرسپکتیو میارمش این سمت. برای اینکه برای ادامه کارمون کار تمیزتری داشته باشیم میتونم قبل از این اگر با اینترپولیت کار میکنید بهتره که یه باری ریویلدش بکنید و یه مقدار این کنترل پوینت هاشو منظم تر بکنید. 20:3 بوده، من رو 15:3 میذارم، یه مقدار کار تمیزتری میشه. خب این یه زخامتی داره، من 30 سانت زخامت میخوام بهش بدم، در واقع 30 سانتیم بدنشه و 10 سانتم زخامته. اگر بیام ریبون بندازم یه ایرادی داره که این لبه رو به این صورت انجام میدم. من یه خط صاف میکشم، قبل از اون میام یه نگاه میکنم اینجا اگر که مشکل داشته باشه اینو اصلاحش میکنم. یه ابزار اینجا داریم توی قسمت اکستند ها، اکستند کرو تو باندری، باندری رو انتخاب میکنم و این خط، و بعد میام همین خطی که داریم و یه آفست میگیرم 30 سانت به داخل. حالا اینجا آرم با همین اکستند، با همین دستور اکستند ادامه میدم و اضافاتش رو پاک میکنم. این بدنه برای ما ایجاد شد. حالا من اینو صفحهش میکنم، تبدیل میکنم به صفحه. از دو دستور آفست سرفیس یا اکسترود میتونید استفاده بکنید تا یه زخامتی هم به این بدید. من از آفست استفاده میکنم، 10 سانت زخامت بهش میدم. حالا اینو میخوام بندازم روی کارم، این قسمت رو انتخاب میکنم. میتونید از تاپ همین کار بکنید ولی توی پرسپکتیو هم مشکلی نداره. یه پوینت انتخاب میکنم، صفر رو تایپ میکنم که بیفته وسط کار، چون من این از قبل رو وسط گذاشته بودم، وقتی صفر رو تایپ کردم روی این قسمت وسط افتاد. و حالا میام این کار رو روتیت میکنم از اینجا به اینجا به مرکز اصلی کار ترسیمش میکنم. این شکل در اومد. خب برای این که اینو ادامه بدیم اینجا 21 از اینا نیاز داریم که از توی پلان میتونید بشمید. با پولاره اگه استفاده بکنید جسم رو انتخاب میکنم، مرکز رو مشخص میکنم، تعداد 21 و 150 درجه چرخش ما هستش. در واقع سازه اصلی کار ما تا اینجا ایجاد شد. چیز دیگه که میخواییم اگه تو این تصویر نگاه بکنیم این قسمت هایی هستش که ایجاد شده که حالا روش کتاب گذاشتن. تا اینجا به صورت صاف اومده به سمت مرکز، از اینجا به بعد عمود به پایین اومده و از اینجا به بعد هم دیگه اون قسمت ها رو نداره. پس ما تا اینجا رو به این صورت انجام میدیم و بعد به پایین. حالا چجوری این کار رو میخواییم درست بکنیم و این کار رو ایجاد بکنیم؟ من فعلا به این نیازی ندارم، فکر میکنم اگر پاکشم بکنم مشکل نداره، فعلا هیدنش میکنم. برای اینکه بخوام اینو انجام بدم یه دایره میکشم به قسمت داخلی این. یه ابزاری هم داریم دابلیکت ایج، از اینجا استفاده میکنم و این داخلی این خط داخلی و خط داخلی این رو هم انتخاب میکنم. این دایره رو هم میگیرم، اینا رو ایزولیت میکنم تا فقط اینا رو داشته باشم. از تاپ اگر نگاه بکنم میتونم اینو انتخاب بکنم و اضافات این دایره رو پاک بکنم به این صورت. خیلی ساده این کارمون در اومد. خب برای چی این کارو کردم؟
من الان میخوام یه صفحه اینجا ایجاد بکنم از در واقع سویپ استفاده میکنم، سویپ یک ریل، ریل انتخاب، قسمت اول، قسمت دوم و این صفحه برای من ایجاد شد. ببینید یه صفحه تمیز هم هست. علتش هم اینه که ما اومدیم اون کرو اولیه رو ریبیلد کردیم، این به این صورت در اومد. اگر هم که انجام ندادید مشکلی نداره، میتونید بعداً خود این صفحه رو هم ریبیلد بکنید و تعدادی که نیاز دارید رو بهش بدید. خب من الان اینجا چی نیاز داشتم؟ این خطا رو نیاز دارم. پس اگر من این صفحه رو پاک بکنم هیچی نمیمونه. پس چجوری من این خروجی بگیرم؟ یه ابزار خوب اینجا داریم که از این میتونیم استفاده بکنیم، اکسترکت وایرفریم. اکسترکت وایرفریم رو روی این صفحه میزنم، این صفحه رو هم هیدن میکنم. ببینید خطوط موند اینجا، یه خط اینجا تکراری داریم، اینجا پاک میکنم، یه خط اینجا تکراری، اینجا پاک میکنم و این خط، البته این خطا کلا نیازشون نداریم، میتونیم به این صورت همه رو پاک بکنیم. چند تا از اینا رو هم که گفتیم این قسمت هم که اینا رو نداشت، پس اینا رو هم پاک میکنم. تا اینجا کار به صورت مستقیم به سمت مرکز و اینا رو هم به سمت پایین میام. حالا میتونیم از ریبون استفاده بکنیم برای اینا و اینا رو اکسترود بکنیم. اینجا ریبون انتخاب میکنم، اینجا هم همون 30 سانت فکر میکنم خوب باشه، به سمت داخل همه رو، چون صفحه ما به سمت بیرون بود اینا رو به سمت داخل. حالا این چند تا رو هم میتونم همه رو با هم انتخاب بکنم و یه اکسترود به سمت پایین 30 سانتی بدم. اینطوری یه ضخامتی هم بد نیست به اینا بدیم. میتونیم از آفست استفاده بکنیم و باز هم از اکسترود تو اینا میتونیم استفاده کنیم، ولی تو اینا نمیتونیم. علتش اینه که اگر اکسترود بخوام تو اینا استفاده بکنم، من یه جهتی میدم مثلا به مرکز، خب اینا تو هر قسمتیش متفاوت میشه، پس اینجا بهتره که از آفست استفاده کنم، ولی اینا رو از اکسترود هم میتونید استفاده کنیم. حالا من کلا میام یه آفست به اینا میدم به سمت پایین، مثلا 2 سانت، یه کافی هستش دیگه به این صورت. این کافیه رو انجام دادم و دوباره ریبون، دوباره آفست رو انتخاب میکنم، اینها رو هم به سمت داخل همون 2 سانت. خطوط اضافهش هم الان میتونم پاک بکنم، اگر روی این فیلترها کلیک راست بکنم کروش رو انتخاب میکنم، خطوطش رو پاک میکنم، یه بار دیگه کلیک راست بکنم تا به اون صورت برگرده. هیدنام رو برمیگردونم. تا اینجا کار اینا ایجاد شدن. من چی میخوام؟ یه چیز دیگه اینجا الان میخوام، یه صفحه روی اینا میخوام، اون تا این صفحه رو کامل نیست. اگر تو این تصاویر توجه بکنید این صفحه تا اینجا اومده و از اینجا به بعد ادامه داره، اینجا قطع شده. پس من یه کار ساده‌ای هم میتونم انجام بدم، صفحه رو به تنهایی انتخاب میکنم، ایزولیتش میکنم، میام از نمای تاپ یه دایره، یه سیرکل میندازم به سیرکل و مثلا تا اینجا، حالا تا هر جایی که احتیاج داریم، اگر اندازه‌ای داشتیم، از روی اندازه نداریم، اینجا رو مشخص میکنم، تریم انتخاب، دایره انتخاب و این سرفیس رو تا اینجا برش میدم. برمیگردم توی پرسپکتیو، یه ضخامت کمی هم به این میدم، یه صفحه بدون ضخامت هست. با همون آفست سرفیسمون این بار به بیرون فیلیپ آلو میزنم و همون 2 سانت هم فکر میکنم کفایت بکنه و هیدنا رو برمیگردونم. این پروژه تقریبا تمومه. اگر اینم پاک بکنم به این صورت، اگر ببینید یه صفحه پشتشه، این قسمت داخلیش ایجاد شده، سازه اصلی ایجاد شده. تنها چیزی که الان من نیاز دارم یه سکو این وسط هست، توی تصاویر مشخصه این سکویی که اینجا هستش. توی پلان به من گفته که از مرکز 2.5 هست. یه بار برش میگردونم، بله اینجا شعاع 2.5 رو داریم. خب یه کافیه که یه استوانه اینجا بندازید، یه سیلندر اگر بندازیم 2.5، یه ارتفاعی هم براش مشخص میکنیم، نمیدونم حالا مشخص بکنید مثلا 40 سانت، یه چیزی باشه که برای نشیمن خوب باشه، 40 سانت، 50 سانت کفایتش میکنه. به این صورت اگه برگردیم تقریبا یه همچین چیزی اینجا
ایجاد شده، اینا رو که نیاز ندارم پاکش میکنم، یه صفحه کلی هم زیر کارمون میندازم، یه پلی میندازم، به این صورت میام توی پرسپکتیو نزدیکش میام و گزینه رندر رو میزنم، رندر معمولی زندگی که خودش داره، که این کار رو به این صورت نمایش بده. اگر خواستید میتونید از رندر هم استفاده کنید، متریال بدید و رندر بهتری بگیرید، یا ویری استفاده کنید، از کیشات استفاده بکنید، از اینسکیپ استفاده بکنید، حتی میتونید تو لومیون ببرید، خیلی کار دیگه هم میتونید به برای رندر این انجام بدید. این پروژه به اینجای کار به پایان رسید. دیدید که خب خیلی ساده ما تونستیم این کار رو انجام بدید. روش های مختلفی قطعا وجود داره برای انجام دادن این پروژه ها، ولی من سعی کردم راحت ترین گزینه رو استفاده بکنم تا شما هم یاد بگیرید که چجوری سریعتر به چیزی که میخوایید برسید. امیدوارم که پروژه خوبی بوده باشه و شما از این کار راضی بوده باشید.